درود و وقت بخیر خدمت شما دوستان و همراهان بسیار عزیز و ارجمند. امیدوار هستم که همیشه صحتمند و سلامت باشید. چند روز پیش یک ویدیو کلیپ کوتاه را از گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن نروژ گرفتم و در گروه جامعه مدنی هزارها در اروپا بازنشرش کردم. این ویدیو باعث ایجاد بحث داغ و جنجال بین اعضای گروه شد. ویدیو از صحنه گرفتن یک کودک توسط اداره بارنورن یا اداره حفاظت از کودکان نروژ که از یک مادر خارجی که فکر میکنم این مادر ایرانی بود ضبط شده بود و این صحنه بسیار دلخراش بود و من هم برای اجتناب از دردسر با الگوریتم های یوتیوب اون ویدیو کلیپ را در این ویدیو نیاوردم، به خاطر از اینکه ممکن است الگوریتم های یوتیوب ویدیو را غیر مناسب تشخیص بده و باعث دردسر شود. کسایی که مقیم نروژ هستند یا در این گروه هایی که نامش بردم عضو هستند میتونن این ویدیو را در گروه جامعه مدنی هزارها در اروپا یا هم در گروه ایرانیان ساکن نروژ ببینن. در جنجالی که بین کاربران موافق و مخالف ایجاد شده بود، بحث بر سر خود اداره بارنورن یا این اداره حفاظت از کودکان در نروژ و نحوه کاری این اداره بود که بعضی از کاربرها این اداره را از بیخ و بن ناکار و غیر ضروری و حتی مضر میدانند و اون را به کودک دزدی و کودک آزاری و خانواده پاشی و از این قبیل اتهام ها متهم میکنند. اما برخ دیگه از کاربران وجود این اداره را به نحو یک نیاز میدانند برای جامعه و در عوض فکر میکنند که برخی از والدین مهاجر در امر تربیت و مراقبت از کودکانشان دچار ضعف هستند و برای جلوگیری از قربانی شدن کودکان و نوجوانان توسط والدین و خانوادهشان خوب است که این اداره بارنورن وجود دارد و از حقوق این کودکان و نوجوانان محافظت کند. در این ویدیو می‌خواهیم که به صورت مختصر به این مسئله بپردازم و نظرات خود را در این مورد بیان بکنم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو مرا همراهی بکنید و اگر به نظرتان محتوای این برنامه مفید بود، ویدیو را از روی لطف در صفحات مجازی که دسترسی دارین به اشتراک بگذارین و همچنان این کانال را به دوستانتان هم که علاقمند به این موضوعات هستن معرفی بکنید تا این بحث ها بتونه به مخاطبین بیشتر و بیشتر برسه. بارنورن یا اداره حفاظت از کودکان یا اداره رفاه کودکان ترجمه فارسیش، اداره بارنورن یکی از قدرتمندترین ادارات دولتی در نروژ است که در برخی موارد میگن که این اداره از پلیس هم قدرتش بیشتر است. این قدرت زیاد جمع شده در یک اداره، در این اداره باعث شده که این اداره تبدیل شده به یکی از جنجال برانگیزترین ادارات دولتی در نروژ که حتی پای این اداره چند بار هم به دادگاه حقوق بشر کشانده شده. هدف اصلی از ایجاد این اداره در واقع حفاظت و امانت از کودکان و نوجوانان هست که به دلایل گوناگون مورد خشونت فیزیکی و خشونت روحی و روانی، آزار جنسی، سوی رفتار و در کل مورد ضعف مراقبتی که به نروژی بهش امسورکسویک میگه قرار میگیرند. این اداره یک اداره جدید نیست که همین تازگی ها، یعنی چند سال قبل، صرف اون هم به خاطر خانواده های مهاجرین و به خاطر فرزندان مهاجرین ایجاد شده باشه. نه، اولین قانون بارنورن که اون زمان عنوانش ورگروتسلوون بود در سال 1896، یعنی 125 سال قبل تصویب شد. بعدش در سال 1953 تعدیل این قوانین کمی تعدیل و با ادغام مواد کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد تبدیل به همین اداره بارنورن شد که امروز ما میشناسیمش. بنابراین این اداره به خاطر حفاظت از عموم کودکانی که در نروژ زندگی میکنن ایجاد شده و ربطی به مذهب و نژاد و فرهنگ کودک یا کودکان نوجوانان ندارد. از لحاظ قانونی یک کودک است. این هویت های مانند دین و مذهب و فرهنگ و نمیدونم افتخارات و این
نحوه پوشش و این مسائل ها مسائل هستند که بعداً در کودکان توسط خانواده ها، خانواده اون کودک و محیط اجتماعی که اون کودک درش رشد میکنه نهاده نمیشه. در نروژ قانون اساسی نروژ مدار اعتبار است. مثلا شما اگر در فرهنگ خود، در دین شما، در فرهنگ شما و کتاب آسمانی و کتاب مقدس شما زدن و خشونت کردن و ترساندن کودک نوجوان ها یک رویش پذیرفته شده تربیتی هست، باشد. اما در نروژ این کار غیر قانونی هست، جرم و یک عمل کیفری محسوب میشه. بنابراین تمام کسانی که در نروژ زندگی میکنن برای این که زندگیشان کمتر یعنی دچار مشکلات باشه موظف و مکلف هستن که از قوانین و مقررات نروژ پیروی بکنن. حالا این چی خوش ما بیاید چی نیاید، چون ما مهاجرت کردیم آمدیم در این جامعه و قوانینی که در این جامعه هست اون را باید احترام بکنیم و ازش پیروی بکنیم. برعکس فرهنگ ما، در فرهنگ ما فرزندان یا نوجوانان، فرزندان در مجموع در مالکیت عام و تام خانواده و جزو اموال والدین محسوب میشه. در نروژ برعکس است، کودکان جزو ملک یا جزو اموال پدر و مادر حساب نمیشن که هر رقم دلشان خواست با اونا برخورد بکنن. در نروژ کودک هم یک انسان هست و از حقوق و احترام انسانی برخوردار است و چون از لحاظ ذهنی و جسمی آسیب پذیرتر هست به اون دلیل مراقبت بیشتری نیاز دارد. قوانین در نروژ یک جایگاه بسیار خاص، ویژه و با اهمیت را برای کودکان و نوجوانان تعیین کرده و دولت نروژ برای درست و سالم برآوردن کودکان و نوجوانان بودجه کلان را سالانه از طریق نهادهای آموزشی و مراقبتی مصرف میکنند. اما این هرگز به این معنا نیست که در اینجا همه چی گل و گلزار باشد و هیچ مشکلی وجود نداشته باشه و هیچ کودک مورد آزار و اذیت قرار نگیره و هیچ کودک مشکلی نداشته باشه. اینطوری نیست و هیچ ضعف مراقبتی وجود نداشته باشه. نه، مشکلات همیشه هستن و متاسفانه زیاد هم هست و اینی که تا منی که درباره این مسائل حرف میزنم به این معنا نیست که خود من در تمام این کارها پرفکت هستم و هیچ مشکل و هیچ عیبی ندارم، نه. اما یک سری چیزهایی را در به مرور زمان، به مرور این چند سالی که در نروژ زندگی کردم و با نروژیا کار کردم، این مسائل را درک کردم و از او خاطر میخوایم اینا را با شما در میان بگذارم. حتما شما هم مسائل را میدانیم ولی در موردش که حرف بزنیم بیشتر ممکن است که بتانیم یک سری خطاهایی را اصلاح بکنیم. همون رقم که گفتم در اینجا هم همه چی ایدئال نیست، مشکلات وجود داره، اما خوبی مسئله در این است که حداقل دولت و نهادهای دولتی برای بهبود وضعیت همیشه تلاش میکنند. در نروژ کودک به دنیا آوردن به تنهایی یک امتیاز و افتخار نیست، چون این جزوی از مکانیزم فیزیکی تمام زندجان ها هست. گاو و گوسفند و گربه و نمیدارم مرغ و اینا همه این مکانیزم در سیستم، در نظام فیزیولوژیکشان دارند. در اینجا اون چه افتخار و امتیاز به شمار می آید درست و سالم و مفید برآوردن فرزند است. فرزندی که نه تنها برای جامعه مضر نباشد بلکه مفید هم باشد. در افغانستان برعکس، یک زوج بدون دخالت در سیر طبیعی هر سال یک کودک را به دنیا می آورد و جز لباس و غذا اون هم در حد پوشاندن و سیر کردن شکمشان دیگه کدام مسئولیت خاص متوجه والدین نمیشه. به عبارت دیگه در اونجا زاییدن کودک، اون هم پسر به تعداد زیاد، یک نوع سرمایه گذاری یا اینوستمنت اقتصادی برای آینده خود اون پدر و مادر هست تا سریعتر این پسرها بزرگ شون و دست به کار شون و منبع شون برای درآمدشون. پدر در جوانی از کار و زحمت دست بکشه و به قول نروژا خود پانشونیست بکنه و بره خوشگذرانی بکنه، چون در افغانستان بیشتر یک فرهنگ مرد سالارانه یا پاتریارکی
پدرسالارانه حاکم است. همین تفاوت فرهنگی به نحوی باعث بروز برخوردهای فرهنگی میشه، چون نروژ مثل کشورهای زیاد دیگه اروپا تاریخ خیلی طولانی با مهاجرین و مهاجرت ندارد، به خاطر که تا دهه 60 قرن 20 یعنی 1960 خود نروژ هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. اما وقتی نفت در دریای شمال کشف شد و کم کم نروژ هم از لحاظ صنعتی هم پیشرفت کرد، اولین مهاجرین غیر غربی که در نروژ آمدن در همون دهه های 60-70 آمدن که اولین گروهشان پاکستانیا بود. ایرانیا پس از انقلاب اسلامی در ایران در دهه 80 آمدن و افغانستانیا هم اکثرشان پس از سال 2000 به نروژ مخیم شدند. نروژ نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر که میزبان مهاجرین هستند و تاریخ طولانی تر، تجربه طولانی تر دارند، نروژ تجربه کمتر با مهاجرین و مهاجرپذیری دارد. به همین خاطر مهاجرین به خصوص مسلمانان و مردمان خاورمیانه و مردمای جنوب آسیا که تفاوت‌های برجسته و عمده فرهنگی با فرهنگ اروپایی و نروژ دارند، برخورد فرهنگی بیشتر را این قشر از مهاجرین در نروژ تجربه می‌کنند. چون مهاجرت تنها رفتن و رسیدن به یک سری امتیازات رفاهی و اقتصادی نیست. یک فرد مهاجر وقتی وطن خودش، خانه خودش به هر دلیلی حالا ترک میکنه، تنها خودش نمیره، بلکه اون فرد مهاجر یک کولبار از یک سری آداب و رسوم و طرز فکر و یک سری الگوهای رفتاری و باورهای دینی و مذهبی را هم با خودش در اون کشور جدید، در اون جامعه جدید میبره. وقتی این داشته های فرهنگی که ما از کشور مبدأ همراهش میایم با داشته های فرهنگی که در جامعه میزبان وجود داره سنخیت نداشته باشه، سازگاری نداشته باشه، انطباق پذیری نداشته باشه، باعث کرش به قول از اینا، باعث یک نوع برخورد فرهنگی میشه. و متاسفانه مهاجرت یک پروسه بسیار سنگین است. اولا در سالهای اول زیاد فهمیده نمیشه، چون آدم بیشتر دلخوش همون دستاوردهای رفاهی و اقتصادیش است. اما با مرور زمان و با تغییر شرایط زندگی آدم، این مشکلات بیشتر و بیشتر در زندگی آدم بروز میکنه و برخوردهای فرهنگی هم به نحوی بیشتر میشه، با خصوص برای کسانی که از نظر ذهنی و از نظر فکری آمادگی برای این تحولات ندارن. افرادی که از پیامدهای مهاجرت و برخوردهای ارزشی و فرهنگی آگاهی ندارن در معرض درد و رنج بیشتر قرار میگیرن. بسیار ها متاسفانه حتی تفاوت مهاجرت و مسافرت را نمیدانن و با یک ذهنیت مسافرتی و موقتی مهاجرت میکنن، در حالی که مسافرت یک جابجایی موقتی را میگه که مثلا کسی برای زیارت، برای دیدن یک دوست، برای یک سفر تفریحی موقتی یک هفته، دو هفته، یک ماه به جای میره و پس دوباره بر میگرده، یا برای کار موقتی. اما مهاجرت یک پروسه موقتی نیست. شما وقتی به یک کشور یا یک جامعه جدید مقیم میشین، اونجا مهاجرت میکنین و اقامت میگیرین، به این معناست که قرار است در اون کشور زندگی بکنید و مابقی عمرتان در همون جامعه بگذرانید. بنابراین مهم است که فرهنگ، جامعه، قوانین و چالش های زندگی در اون جامعه را قبل از مقیم شدن دقیق بررسی بکنید و این وظیفه هر مهاجر است که ببینیم آیا میتونیم با تفاوت ها و با چالش هایی که در اون جامعه وجود داره، در اون جامعه جدید کنار بیاییم یا نه. خصوصا ارزش های مهم و عمده و بحث برانگیز مثل جایگاه و نگاه ما به زنان، تساوی حقوق و وظایف، الگوهای تربیتی و جایگاه کودکان و مسائل مانند فردگرایی و حقوق و آزادی های فردی در امر مثلا انتخاب همسر و مسئله روابط اجتماعی و روابط جنسی بین زن و مرد و دختر و پسر، اینها از تفاوت‌های عمده هست که هر مهاجر باید در موردش فکر بکنه، اینها رو بررسی بکنه. تفاوت‌های عمده در این ارزش‌ها در فرهنگ میان فرهنگ خاورمیانه و فرهنگ غرب وجود داره که باید از طرف هر مهاجری که در اینجا میاد جدی گرفته شود، یا باید
این ارزش ها را بپذیریم و باش کنار بیایم، یا اگر واقعا نمیتونیم با این ارزش ها کنار بیایم، قبل از این که وقت زیادی بگذره، به جای این که زندگی را به کام خود و به کام اطرافیان خود جهنم و تلخ بکنیم، بهتر است که بریم در همون جاهایی که بر ما احساس خوب میده. حالا این که این روش ها این فرهنگ ها خوب هست یا بد هست، این یک بحث جداگانه است، ما نمیخوایم به او بپردازیم. و فقط همین قدر میتونم بگویم که هر چیز یا هر فرهنگی که در هر جامعه پذیرفته شده است، بر نظر همون جامعه خوب هست. و مثلا اون فرهنگی که ما داریم در جامعه ما خوب است، این فرهنگی که اینا داره در جامعه خودشان خوب است. مسئله ما این است که ما در این کشورها میاییم، اما میخواییم که با الگوهای رفتاری فرهنگی و مذهبی خودمان زندگی بکنیم. البته تا زمانی که در این ارزش ها یا کدام مشکلی وجود نداشته باشه، این ارزش ها با همدیگه برخورد و تصادم نکنه، اشکال وجود نداره. در نروژ یا در این کشورها یک نوع دموکراسی وجود داره که هر کس میتونه بر اساس ارزش های خودش، تا زمانی که این ارزش ها برای فرد دوم مشکل ایجاد نکنه، اشکال نداره. مشکل زمانی شروع میشه که این ارزش های شما، حالا هر چی باشه، چه ارزش فرهنگی چه مذهبی، و این تفکر شما و این باور شما با ارزش این جامعه در تضاد قرار بگیره و یک انسان دیگر، فرزند شما را، فرزندان شما را، یا همسر شما را قربانی افکار و باورهای شما بکنه. بر اساس آزادی های فردی، شما یعنی فرد خودتان، همین علی یا احمد یا محمود، میتونین شما آزاد هستین به هر شکلی که میخواین زندگی بکنید و هر فکری که دارین با همون افکار زندگی بکنید. در اون امر کاملا آزاد هستین، اما نمیتونین کسی دیگر قربانی افکار و باورهای خودتان بکنید. این کسی دیگر شامل فرزند شما، شامل دختر و پسر شما، شامل همسر شما هم میشه. این که این خوب هست یا بد هست، باز هم تکرار میکنم که یک بحث جداگانه هست، سوی تفاهم نشه. بحث ما در این برنامه قضاوت اخلاقی این فرهنگ ها نیست که ما بگیم فرهنگ غرب بهتر است یا فرهنگ ما. بحث ما روی واقعیت های عینی هست که من به عنوان یک مهاجر هر روز در این جامعه که زندگی میکنم احساس میکنم و لمس میکنم. واقعیت همین است و این وظیفه من به عنوان یک مهاجر است که باید تکلیف خود را با شرایط زندگی در این جامعه روشن بکنم تا رنج و درد و مهنت بیشتر را به خاطر این تفاوت ها تجربه نکنم. خیلی ها با یک ذهنیت در این کشورها می آیند که گویا در یک مأموریت امر به معروف و نهی از منکر باشند. تمام ارزش های جامعه را در حالی که خودشان در رفاه زندگی میکنند، ارزش های جامعه رد میکنند، فرهنگ جامعه رد میکنند و میخواهند که ارزش های خودشان را در این جامعه ترویج بکنند، اونم با زور. در حالی که چنین روی کرده، بجز این که برای خود اون آدم و خانواده و اطرافیان اون آدم رنج و مهنت و درد خلق بکنه، هیچ فایده دیگه ای ندارد. آمریکا با اون قدرتش، با کمک ده ها کشور دیگه و با زور B52 نتانست دموکراسی و حقوق بشر و ارزش های مدرنی مثل همزیستی مسالمت آمیز و حقوق زن و نمیدونم چی و چی رو در افغانستان نهادینه بکنه. امروز بعد از 20 سال دوباره به قول معروف دست از پا دراستر برمیگرده و میدان را بین خشتک گنده های تکامل نیافته قرن حجری اعلام کنه. بنابراین ما و شما هم نمیتونیم ارزش های کهنه و فرسوده خود که نتونسته در واقع ما را و جوامع ما را خوشبخت بکنه، اون ارزش ها را در این جامعه مدرن که از اون مرحله عبور کردن نهاده نبکنیم. همچنان نمیتونیم که با ارزش های خود ما در درون این جامعه اما در عین حال جدا از این جامعه زندگی بکنیم. اگر شما تنها باشین، کار نکنین و یک منبع درآمدی از یک جای دیگه داشته باشین، ممکن است این کار امکان پذیر باشه. اما شما اگر در این جامعه کار کنین، در این جامعه خانواده داشته باشین، فرزند داشته باشین، نمیتونین در این جامعه باشین اما جدا از این جامعه زندگی بکنین. اگر هم این کار را انجام بدین، یک هزینه بسیار بالایی را اون هم متاسفانه فرزندان شما پرداخت خواهد کرد.
تنها کاری را که میتونیم این است که زندگی را در کام خود و اطرافیان خود تلخ و زهراگین بکنیم و تمام. شیوه درست و پسندیده و بر اساس نرم های پذیرفته شده و قانون اینجا با کودکان، یعنی رفتار کردن با کودکان هم یکی از همین موارد هست که بسیار از خانواده ها و والدین مهاجر متاسفانه زیاد بهش بها نمیدن. خانواده های مهاجر از نوع پناهندش به خصوص مشکلات فراوانی را دارد که طبیعی است وقتی یک انسانی که از یک جنگ حالت استرار از بدبختی میه، طبیعی است که اینطوری باشد. و اکثری از این مهاجرین یا از وجود این خود از وجود خود این مشکل ها آگاهی ندارن، یا هم اگر آگاهی دارن هیچ کاری اون رو جدی نمیگیرن و هیچ کاری برای اصلاحش هم و برای بهبود اون وضعیت هم نمی کنن. یکی از عمده ترین مشکلاتی که یک والدین پناهنده و آمده از کشورهای جنگ زده میتونه داشته باشه کم سوادی یا بی سوادی است. در بسیار از کشورهای اروپایی بی سوادی تقریبا ریشه‌کن شده. بنابراین در چنین جوامعی که هر روز در حال تغییر و تحول هست، اون هم به سرعت بسیار بالا، بیسوادی و کمسوادی یک چالش بسیار بزرگ و عمده در زندگی آدم میتونه ایجاد بکنه و زندگی آدم ها را تبدیل به یک جهنم واقعی بکنه. نمیگم که نروژ ها همهشان تحصیلات عالی دارن، همهشان دارای لیسانس و فوق لیسانس دکترا هستن، نه اینطوری نیست. نروژ ها هم آدم های کمسواد زیاد دارن، اما مشکل یک کمسواد نروژی با یک کمسواد مهاجر تفاوت زیاد داره و اصلا قابل مقایسه نیست. یک نروژی کمسواد حداقل با در همینجا بزرگ شده، با فرهنگ اینجا آشنایی داره و با زبان اینجا آشنایی کامل داره، اما یک کمسواد مهاجر مثل یک کودک 2 ساله میمانه که همه چیز رو باید از اول یاد بگیره. چالش دوم زبان هست که هر مهاجر باید از اول اون زبان را یاد بگیره. البته داستان انگلیسی و کشورهای انگلیسی زبان فرق میکنه. مثلا در اونجا ممکن است یک انسان، یک مهاجر قبل از اینکه به یک کشور انگلیسی زبان مهاجرت بکنه، زبان انگلیسی چون زبان بین‌المللی هست اون را یاد داشته باشد. اما کشورهای دیگری که انگلیسی زبان نیستن اینطوری نیست. شما با عنوان یک مهاجر برای اینکه بتونین یک زندگی معمولی داشته باشین باید زبان اون جامعه را خوب بلد باشین. خوب یعنی در حد B2. زبان درجات مختلف داره، A1، A2، B1، B2 و C1، C2 داره. یعنی حد وسطش همون B2 هست که باید هر کس زبان را تا اون حد بلد باشه تا از پس مشکلات خودش در این جامعه بر بیاره، بتونه کتاب بخونه، بتونه روزنامه بخونه، بتونه اخبار تلویزیون و رادیو بفهمه، قوانین را بفهمه و از همه مهمتر از حق خودش دفاع کنه و احساسات خود را بتونه بیان بکنه. اگر مهارت زبانی آدم تا در همین حد نباشه، این در حد میانگین نباشه و قول معروف کلاه آدم در پس معرکه است. چالش سوم که میتونه برای زندگی و رفتار مهاجرین تاثیر بسیار منفی بگذاره مشکلات روحی و روانی هست که اکثرشان ناشی از خود مهاجرت، مثل دلتنگی برای مادر، پدر، برای خانواده، برای اقارب و احساس بیگانگی باید در این جامعه جدید، و از همه مهمتر مشکلات روحی و روانی و افسردگی که ناشی از تجربیات بد و جنگ و خشونت و حالت استرار دامنگیری هر پناهنده میشه. همون رقم که در اول هم عرض کردم، در اوائل مهاجرت در سالهای اول این مشکلات باوجود نمیه، با مرور زمان وقت چند سال گذشت این مشکلات را، این تجربیات بد و تروماتیک را که آدم داشته باشه، اینا به مرور زمان عود یا برگشت میکنه، میایه و یک انسان مهاجر را به بیماری روحی روانی مبتلا میکنه. خب داشتن این همه مشکل بدون شک تأثیرات منفی و مخرب خود سر رفتارهای پناهنده ها میگذاره و بسیاری از والدین مهاجر و پناهنده متاسفانه بنابر همین مشکلاتی را که ذکر کردم نمیتونن به طور احسن و مطابق استانداردهای جامعه به فرزندان و کودکانشان رسیدگی بکنن.
این میشه که مشکل با اداره بارنورد و یا اداره حفاظت از کودکان به وجود میاد و این اداره هم خب اکثر کارمندایشان این اطلاعات کامل در مورد وضعیت مهاجرین، وضعیت روحی و روانی مهاجرین ندارن، به همون خاطر اینا توقع دارن که تمام خانواده ها صرف نظر این که مهاجر هست یا نیست باید بر اساس استانداردهای اینجا با بچه هایشان، با فرزندان، نوجوانانشان برخورد بکنن. پرسشی که با وجود میاد این است که با این همه چالشی که وجود دارد چی کنیم؟ اولاد بیاریم یا نه؟ فرزند بیاریم یا نه؟ کی اولاد بیاریم؟ یعنی وقت مناسب برای آوردن اولاد کی است؟ چگونه خود با شرایط و استاندارد اینجا وفق بتیم؟ شما هم میتونین تجربیات و نظراتتان در قسمت کامنت در پایین همین ویدیو با ما شریک بکنید که تا این بحث گسترش پیدا بکنه و بتونیم در این مورد چالش هایی که مهاجرین در دنیای مهاجرت دارن بپردازیم، شاید تانستیم که یک گره از گره ها را بگشاییم.